رفتن به اروپا به گونه غیرقانونی مانند رفتن به کام مرگ میماند. در تازه ترین رویدادهای مرگبار پناهجویان، جسدهای سه عضو یک خانواده افغان که هنگام رفتن به اروپا در آبهای میان ترکیه و یونان غرق شدند به کابل انتقال یافتند و به خاک سپرده شدند. نزدیکان این خانواده از مردم میخواهند تا با رفتن به اروپا مرگ را انتخاب نکنند. پسر این خانواده که از این رویداد جان سالم به در برده است با کریم امینی میگد که خانواده‌اش در پیش چشمانش غرق شدند، اما کار برای نجات آنان نتوانست. کفن پوشان غرق شده به آغوش خاک برده می شود. رؤیاهای رسیدن به اروپا، پدر، مادر و دختر را سفید پوش ساخت و به گور فرستاد. این خانواده هنگام رفتن از ترکیه به یونان، قایق حاملشان در آبهای مدیترانه واژگون شد. 65 سرنشین این قایق که شهروندان کشور نیز مشمول آنان می شدند در این رویداد غرق شدند. از این میان سه عضو این خانواده جانهایشان را از دست دادند و یک دختر جوان این خانواده هنوز ناپدید است. اشک بر چشمان هر کسی در اینجا حلقه زده. بغض گلوها را می فشارد و از شدت اندوه خرد و بزرگ نوحه می زند. سیاستگر پیشین کشور از دست دادن برادر، همسر برادر و برادرزاده توان از کفش برده و شوکه‌اش ساخته است. با این هم برای رسانیدن پیامی در برابر دوربین حاضر می شود، اینکه به کام مرگ نروید. اینا شما جنازه زیدین، من از طریق شما، از طریق تلویزیون طلوع به تمام افغان ها میگم بلیاز خدا به شرافتتان که فریب دوزا قاچاق برای بیناموسان رو نخورین، که مردم اینجا فریب میته این تباه میکنه، یک فامیل تباه شد. من برطرف کردم که من 25 سال در اروپا هستم، اما چیزی که در اروپا هست در اینجا نیست. همون کی هست؟ تنها کسی که از میان اعضای این خانواده نجات یافته این جوان است، پسر خانواده. شاید از هر کسی دیگر او درد بیشتری میکشد. پدر، مادر و خواهرش در پیش چشمانش در آب غرق شدند، اما کاری از دستش بر نیامده است. بابا جان خدا بارو معرفت بابا بارده که بشکی تنامی کنی بابا پولوگه که کشکو که پولید بره بابا جان. این جوان نیز در اروپا زندگی می کند. او نیز از مردمان کشور می خواهد تا به سخنان قاچاقبران باور نکنند و باغهای سرخ و سبزی که از سوی قاچاقبران انسان به آنان نشان داده می شود را جدی نگیرند. برادر نبین، اروپا جای خوب نیست، نبین. هر کس که می کنه اروپا درونش ما را کشته، بیرون شما را. هیچ چیز نداره اروپا. نبین. نان چای بخوری، نان بخوری، او بخوری، نه به این اروپا. این زندگی، این عاقبتان بیادر میاین اینا. این نمونه ای از سرنوشت مرگبار بخشی از مردمان کشورمان است که برای دستیابی به یک آینده بهتر راهی کشورهای اروپایی می شوند. اما در بسیاری از حالتها رویاهایشان برای همیش با خودشان سیر خاک می شوند. عزیز هدایت، دیپلمات پیشین افغانستان و برادر خانواده قربانی با ما هستند. خوش آمدین آقای هدایت به محور. حادثه غرق شدن فامیل برادرتون چگونه صورت گرفت؟ من اول سلام ترامات خود خدمت جناب شما و خدمت بینندگان محترم تلویزیون طلوع در داخل و خارج کشور تقدیم میکنم. این حادثه المناک تقریبا 4 روز یا 5 روز بیشتر در بیره بندی ترانه بین ترکیه و کشور یونان به وقوع پیوست، که برادرم میخواست که از طریق بیره بندی ترانه وارد کشور یونان شود و از طریق کشور یونان خود وارد کشور هالند بسازه. متاسفانه در کشتی از یا که یک قاچاقبر گرفته بود، کشتی های بادی بود. این کشتی های بادی، کشتی که ظرفیت 20 نفره داشت، در این کشتی 65 نفره سوار کرده بودند. اما این کشتی در مابین آب سراخ میشه، آب میگیریش، همین 65 نفر در اوجه تلف میشه، که در جمله برادر ما، خانم برادر ما، یک دخترک 14 ساله ازی از بین میره و یک دخترک جوانش که حدود 21 سال عمر داره
تا فعلا دیگه بر ناپدید است. تنها از خانواده برادرم که جان به سلامت برده یک بچه‌ش است که او را نیروهای امنیتی دریایی ترکیه نجات داد. او هم در حالت بسیار بد روحی قرار داره. فعلا ما جنازه‌اش از ترکیه انتقال دادیم، امروز او را به خاک سپردیم. شما که 25 سال است در آلمان زندگی میکنین، حاضر بودین که برادرتان از این طریق خود را به یک کشورهای اروپایی میرسان، مشورتان باشان چی بود؟ خدا شاهد است که ما هیچ نوع مشوره بر از این ندادیم. اصلا به شما عرض میکنم که آمدن جوانا یا افغانا به اروپا هیچ مناسب نیست. اروپا برای افغانا ساخته نشده. خدا شاهد است که من 25 سال رفتم، البته رفتن من به اروپا هم روی یک سطح ملوزات بود. اگر من هیچ وقت از این کشور نمی رفتم. من صاحب 9 فرزند بودم، من هم 2 فرزند خود در اروپا عدس دادم. یک فرزند من هم در جریان آبازی در اروپا غرق شد بود. از بین رفت. یک فرزند 21 سالی من که محصل پوانتون بود در آلمان تصادم موتر کرد، فوت کرد. حادثه سر حادثه. در آلمان چی میخواین چی شوند؟ جوانای افغان که افغانای عزیز ما که میخواین آلمان بیاین، در آلمان چی هست که در افغانستان نیست؟ برادرتان بنابر کدام ملحوظات میخواستن افغانستان را ترک کنند؟ هیچ برادر من هیچ نوع تکلیف هیچ نوع نه فشار اقتصادی بوده. اینجا زندگیش فوق‌العاده بسطه که زندگی ما که در اروپا زندگی میکنیم چند زندگی هم نداریم، از ما بهتر بود، همه چیز داشت. تنها فکر میکنم فریب خورد. حالا زمانی که مشکلات اقتصادی هم نداشت و میخواست به اروپا بیاید، خب شما 25 سال از در آلمان زندگی میکنین، میتونستنشان دعوت بکنین؟ این کار نکدم من، نمیخواستم بیای. نمیخواستم، چرا؟ این دردم من کشیده بودم و حالتهای آلمان هم دیده بودم. به اصطلاح یک ضرب مثلا آمیانه نداریم، صدای شنیدن دول از دور خوش است. حتی به گونه غیر قانونی هم حاضر نبودن که پدرتان میامد به اروپا؟ من تا به گونه قانونی حاضر نبودم برادرم اروپا بیه. من پیشتر عرض کردم برای شما که اروپا جای آمدن بر افغانا نیست. کلتور ما، کلچر ما، اخلاق ما. در اروپا فرزندش از دستش میرفت، خانوادهش از دستش میرفت، اما چیز میرفت. من عرض براتون بکنم، بچه من این میل فیلن تحصیلات عالی هم داره، بیکار سکسیونی میکنه. خانم من معلم بودی در افغانستان، از دارالمعلمین سید جمال الدین روشان فروخت شده بود. ظرفشویی میکنه، پاکاری میکنه. اونم قدر پولی که ما پیدا میکنیم به خروج میشه. اما یک فریب یک چند دانه عکس را که میگیرن در پیش یک هتل، یک باغ، یک شاخ اینجا رایی میکنن یا داخل یک کشتی، این برای فریب این مردم است که جوان ها روشن فکر ها چه قسم میره رو بکشن، این میاره چه قسم از جامعه دور بسازن. من تقاضا میکنم با توجه به این تصویری که شما از اروپا دارین، خواستانم یه است که جوان ها وطن را ترک نکنن. شما صادقانه حاضر هستین که به افغانستان زندگی بکنین، دیگه نرین به آلمان؟ من فعلا تصمیم دارم که دیگه نرم. بویی که به امرای من یک بچه مام آمده، یک برادر دیگه مام آمده، من خوش نیستم قطعا. من که دیدم افغانستان بعد از 25 سال، آن چیزی که وجه تبلیغ میشه، آن چیزی که در ذهن مردم است، هیچ واقعیت نداره. یه افغانستان که حال من ببینم 25 سال پیش دیدیم، زمین تا هوا فرق کرده. هیچ شناخته نمیشه کابل. پیش از این حادثه هم چک تصمیم داشتین که به این افغانستان زندگی بکنن، یا که این حادثه باعث ازش شده که برنگردین دیگه به آلمان؟ وقت چیزی که تصمیم 2 سال قبل داشتم که بیایم افغانستان، اما صرف از خاطر اولادایم خرد بودن، مکتب میرفتن، کوشش کردم که اینا تا یک جایی برسن درس و تعلیم خود کنن. پیامتان چی است برای جوانانی که وطن را ترک میکنن و در این روزها هم این بحث داغ شده، افزایش پیدا کرده، بیشترشان حتی از راه های غیر قانونی با این مشکلات و با این حوادثی که میبینن، اما باز هم حاضر هستن که بروند به خودشان را به اروپا برسانن با امید یک زندگی بهتر؟
به صورت قطع من تقاضا میکنم از تمام جوانای افغانستان، از تمام خانواده های محترم که فرزندان خود در کام مرگ نکنن. امیل زندان های ایران پر است. شما سر مسئله چه میبینید که چقدر افغان زندانی است. کشور ترکیه را برین ببینید که به هزارها پناهجوی مهاجر به چه حالت زندگی میکنن، در کدام لاغرها انداخته شانه، چی رقم تقسیم میکنن. برای پیدا کردن جنازه امین مرومین پسر ما به یک برادرزاده ما یک خوارزاده ما رفتن ترکیه ببینن. پس آمد خدا شاهد است که برادرزاده ما گریان میکرد که حالت افغان ها را در لاغرها دیده بود. آلمان چی داره؟ آلمان هم کدام چیز نیست؟ سپاس از حضور شما عزیز هدایت دیپلمات پیشین افغانستان و برادر خانواده قربانی با ما. تشکر از شما. لطف کردین. سنده باشین.